عزیزان به کتابهایی که مراجعه میکنن به کتابهای قدیم سنی ها مراجعه کنن، نه کتابهای جدیدشون. اینها غالبا تا جایی که بتونن دست میبرن و حذف میکنن. یعنی کتابها مثلا در منابع اشیه میگن هر چی کتاب تحقیق شده باشه، شما که در جریان هستید اعتبارش بیشتره. در منابع سنی هر چی کتاب قدیمی تر باشه اعتبارش بیشتره، چون اینها حتی به این فرهنگ عمومی نشر و فرهنگ عمومی که در رابطه با اهل علم هست اهمیت نمیدن، به راحتی منابع رو میان برمیدارن، کج میکنن، زیاد میکنن. لذا من اصرار دارم از منابعی که تحریف نشده به اونها مراجعه کنید. حالا حدیث این است، حالا قبل از این که حدیث بخونم من تایید کنم فرمایش شما رو. یه شخصی به نام زکار الان زنده است، پیرمرد کهنسالی است، این متخصص نسخه شناسی جهان عربه، یعنی به تعبیر امروزی ها قولی است برای خودش در دنیای پژوهش و نسخه شناسی. این میگه من چون شخصیت علمی سمجا دعوتش میکنه، حرف او حجته توی همایش ها توی کنفرانس ها. جناب آقای درایتی میگه منو دعوت کردن به بیروت در یه مؤسسه ای خیلی بزرگ که بیا بازدید کن، ما کارهای نسخه شناسی و تحقیق کتاب داریم. بدون من اطلاعاتی گرفتم مؤسسه چیه و اینا، گفتم این مؤسسه توسط عربستان سعودی و حاویا و دانشگاه هاشون تأمین مالی میشه و متخصص های زیادی رو جمع کنیم. ما رفتیم دیدم جمع زیادی جوان و متخصص کار نشستن و دارن نسخه های مختلف رو تحقیق میکنن. میدونم من یه مواردی رو دقت کردم روش، دیدم دارن تغییر میدن. نکته اینجا سال زکار اینا میگه. میگه من گفتم چرا این کارو میکنید و این چیه؟ گفتم ما داریم کار علمی میکنیم روی نسخه تا نسخه همسوی شود با عقیده و فکر و روش خودمون. مثل چی؟ مثلا اگر این کلمه رو ما به این شکل بخونیم، مثلا اگه مجهول ما معلومش کنیم فرض بفرمایید یا اعرابش دست ببریم، این میشود دقیقا هم نظر ما تا رافضی ها یعنی شیعه ها نتون از اون بهره بگیرن. و یه جاهایی داره مثلا کل روایت ور میدارن. مواردی بود، نکته جالبیش اینش میگفت یه مواردی رو که حال نسخه شناسا میدونن عرض بنده چیه، میگردن مثلا 60 نسخه کهن دارن، میگردن اون نسخه ای که طبق نظرشون هست، ببینید نسخه ای که طبق نظرشون هست نه طبق اصول علمی، طبق نظرشون هست، اون میگن نسخه اساس، و اونی که ارزش علمی داره یعنی یا به قلم مؤلف بوده یا شاگردان مؤلف بوده یا اعتبارات دیگری داره در نسخه شناسی اونی میذارن کنار. چرا؟ چون طبق نظرشون هست. و اون میگو من این همایش رو به هم ریختم این دیدار رو و یه مقاله ای نوشته بود، بعد انکشف که این کار وهابی های عربستان سعودی با پول دلار اینا رو انجام میدن و مخصوصا در بیروت انجام میدن چون پایتخت کتاب اسلامی است. من یکی از مطلعین 7-8-10 سال پیش شون میگفتش که جلسه در عربستان تشکیل شده، گفتن آقا ما باید 80 تا حدیث از صحیح مسلم رو برداریم مثلا، یعنی نیاز نیست، مشکل داره. یعنی به همین راحتی میان دست در منابع میبرن. اما دقت کنن امروزه مثل زمانهای قدیم نیست، به حمدالله تمام منابع درجه یک اهل تسنن دست ما شیعه ها هست. هر چی هم که میخواین تحریف کنید کارتون انجام بدید، نسخه های اصلی دست ما هست و دست خیلی های دیگه. با این وضعیت امکاناتی که هست خب روی سایده های مختلف هست، لذا نمیتونن، اگر هم ممکن آیه چاپی رو تحریف کنن اما چاپی دیگه هست، اون چاپ رو تحریف کنن چاپ های دیگه هست و به حمدالله از این قسمت انسان خاطرش جمع بله و دعوت Straight Away TV.